الَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ 19 ایولی سال 2023 اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان قبل از اشتراک در نخستین واخوری سران دولت‌های آسیای مرکزی و کشورهای عربی خلیج از شهر جده به شهر مکه پادشاهی عربستان سعودی تشریف آوردند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در شهر مکه مکرمه قبله مسلمانان کعبه را زیارت کردند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان لباس خاص مراسم حج احرام را ببر کرده وارد خانه خدا گردیده داخل کعبه الله دو رکعت نماز نفل خواندند. ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك سپس پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و حیات همراه او با هفت مراتبه در زدن در گرد خانه کعبه طواف قبله مسلمانان در روی زمین را به جا آوردند. اللهم انی اسالک یا الله پس از طواف خانه کعبه پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان در پشت مقام پیغمبر ابراهیم خلیل الله که در یک پهلوی کعبه الله است دو رکعت نماز نفل خواندند. وشفی مرضانا و ارحم موتانا ولا تسلط علينا يا الله بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا نعم المولى ويا نعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. سروری دولت محترم امام علی رحمان با هیئت همراه پس از ادای نماز برای پیشرفت و شکوفایی آینده تاجیکستان، خانه امید همه تاجیکان جهان و سرجمعی و آسودگی مردم شریف تاجیک دعای خیر کردند. سپس پیشوای ملت در نزد چاه زمزم با یک جهان آرزو و نیتهای نیک از آب زمزم نوشیجان نموده به پایه کوه صفا برآمدند تا در سعیگاه یعنی میان کوههای صفا و مروه هفت مراتبه رفت و آکنند. چهار بار از صفا تا مروه و سه بار برعکس حرکت باید کرد. بعد انجام سعی در پایه کوه مروه موی سر باید تراشیده یا کوتاه کرده شود. با عملی نمودن این رکن مراسم عمره حیات تاجیکستان با سروری پیشوای ملت محترم امام علی رحمان انجام یافت. مورد ذکر خاص است که این زیارت دفعه پنجم جریان میگیرد. با عنایت و مهربانی پروردگار عالم و با توجه خاص و احترام بلند خادم حرمین شریفین پادشاه عربستان سعودی به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میسر گردید که سه مراتبه به داخل خانه رمزی خدا کعبه الله وارد شده با گذاشتن دو رکعت نماز برای تاجیکستان عزیز و مردم شریف آن دعای و فاتحه نکون نمایند. پشتیبانی پیوسته از نام پاک دین مبین اسلام در عرصه منطقه و جهان چند دفعه با زبان تاجیکی نشر و دسترس مردم کردن قرآن کریم و در سطح ملی و بین المللی تجلیل نمودن 1310 سالگی اساسگذار مذهب تحمل پذیری حنفی ابو حنیفه نومان ابن ثابت امام اعظم از جمله خدمت های شایان پیشوای ملت تاجیکان در جهان اسلام میباشند که او را به شأن و اعتبار بلند رساندند. به چنین شرف بلند دست یافتن سرور دولت تاجیکستان و پیشوای تاجیکان جهان محترم امام علی رحمان بازگوی از نفوذ و اعتبار شایسته او در عالم اسلام است. این است که او بارها به فهرست 500 مسلمان صاحب نفوذ عالم
شامل گردیده است. خاطر رسان باید نمود که تا این وقت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سالهای 1997، 2001، 2005، 2016 و 2017 به پادشاهی عربستان سعودی سفرهای رسمی و کاری انجام دادند. باعث خوشنودی و شکرگزاری است که پرزیدنت و حکومت جمهوری تاجیکستان برای شهروندان، زائرانی که مقصد طواف خانه کعبه و زیارت روضه پیامبر اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را دارند، سال تا سال تدبیرهای خیر را عملی می نمایند. شرایط سفر و بودوباش حاجیان از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با پادشاهی عربستان سعودی بهتر می گردد. جناب عالی خوش آمدید خدمات آقا حسنان از سرزمین مکه. و لهم عذاب عظیم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله